سلام و درود، امیدوارم حالتون خوب باشه و پر انرژی. آقا دیگه اصلا این پست رو سیوش کن، چندین بار ببین و خودت یه ساعت گل خوشگل به راحتی بزن و اجرا کن و حالش رو ببریم. یه ساعت گل خوشگل میخوام به آموزش بدم تو این پست. تا انتهای این ویدیو با من همراه باش. خب بریم یه آموزش خیلی خوشگل با هم دیگه یاد بگیریم. من از برگ سیکاس میخوام استفاده کنم. میدونی که تو آموزش ها نمیخوام خیلی برگارهای مفصل بکنم، میخوام با کمترین امکانات یه کار خیلی خوشگل و زیبا با هم دیگه خلق میکنیم. برگ سیکاس رو میتونی به حالتهای مختلف در بیاری توی سبد گل، انعطاف‌پذیری خیلی خوبی داره. من میخوام چیکار کنم؟ نقطه کانونی ایجاد کنم. هر چی نقطه کانونی بیشتر ایجاد کنی کارتون خوشگل‌تر میشه. تمام 5 تا قانون داریم تو کار گلارایی: تابش، تکرار، تنوع، تضاد، نقطه کانونی. پس هرچی نقطه کانونی توجه دید مخاطب رو بیشتر جلب کنیم کارمون خوشگل‌تر میشه. دقت کن به اینجا، لوگوی کارم اینوره. قبل از اینکه بخوایم اجرا بکنیم یه کاری، باید قبلش تو ذهنمون اون کار رو اجرا کرده باشیم، یعنی بدونیم چه گلی چه برگی میخوایم استفاده بکنیم. خب من از برگ سیکاس میخوام استفاده کنم. ارتفاع میدم به کارم یه قسمت رو، برعکس کردم، دقت کردی دیگه، خود صافش رو نداشتم، حالت سبزنگش رو برعکس کردم. همه حالتی میتونید در بیارید بچه ها. خب میام یکی پایین تر، میبینی پله پله دارم میام پایین، به یک سمت میدم، نقطه کانونی ایجاد میکنم، توجه دید مخاطب رو جلب میکنم به کارم، به برگاراییم. خب یه نگاه این بر بکنم. اوکی خیلی حالا میخوام بیام برگم رو جلوتر. اگر تعداد گل کمتری خواستید استفاده کنید، سعی کنید برگاتون تو برگارایی به سمت جلو باشه که تعداد گل کمتری استفاده بشه. هرچی بره عقبتر تعداد گلش بیشتر میشه. من سه تا برگ گذاشتم، همراه با برگارایی میخوام گلم هم اضافه بکنم. از آنتوریوم استفاده میکنم، آنتوریوم قاشقی. نگاه کنید، یه دونه به عنوان لیدر قرار میدم. من دقیقا دارم برعکس اینجا گل میزنم براتون که شما قشنگتر نگاه کن. یکی پایین تر پله ای، ارتفاع رو خیلی نمیارم یهو پایین، آروم آروم مثل برگارای سیکاسم همین کار رو اجرا میکنم، دونه دونه میام به سمت پایین. حالا جلوی لیدرم که قرار دادم، اولین گلم رو که قرار دادم، دوباره آنتوریوم اضافه میکنم. میخوام یه توجه دید مخاطب رو به کارم جلب کنم. من دارم میزنم. حالا میگم اندازه هاشو ولی چه جوری در میاری؟ خب خیلی کار کردم دیگه، دقیقا میدونم چه گلی به چه ارتفاعی باید قرار بگیره. میبینی سه تا پله ای، دوباره سه تا پله ای دیگه. بعد اینکه میرسم به اینجا، کمترش میکنم، دوتا میزنم. حالا یه نگاه میکنم به این ورم، کارم خوب شکل گرفته. اوکی میبینی چقدر خوشگلی، یک طرف کارمو قشنگ شکل دارم. حالا میرم سراغ برگاراییش، دوباره هم گلارایی دارم میکنم هم برگارایی. برگ آرالیامو اضافه میکنم، میبینم کجاها خالی داره، همون جاها برگارایی رو انجام میدم. خیلی از برگ های مختلف هم نمیخوام استفاده کنم، ما چند تا ساده از برگ آرالیا. حالا برگ دراسینای خیلی خوشگله اونم اضافه میکنیم. اضافه برگ سیکاس که برش دادیم و میتونیم پشت کارمون بزنیم که پر بکنه، برگاراییمون رو قشنگتر بکنه، سبدمون رو پرتر بکنه. چند تا اضافه میکنم. پس الان سه نوع برگ کار کردم، آرالیا، سیکاس، دراسینا، تمام شد و رفت. حالا سراغ گلارایی بعدیش، یه مقدار دوباره برگارایی کردم، حالا میخوام گلارایی کنم. میخوام با روزام یه نقطه کانونی ایجاد بکنم. یعنی چی کار بکنم؟ قبل از اینکه روزامو بزنم میام چیکار میکنم؟ ارکیدم دارم. اوکی چقدر خوشگله، ارکیدم دارم، میتونم ارکیده رو مدل های مختلفی تو کارم استفاده کنم. میبینید چقدر خوشگل میکنه کار ارکید، اصلا رنگ و لاب رو نگاه کنید. یه شاخه دیگه هم میخوام استفاده کنم، یکی دوتا شاخه دیگه میزنم، خیلی خوشگل میکنه کارم. میدم اینجا تسلط داشته باشم به کارم.
ببینم خیلی عالی. یه شاخه دیگه هم بزنم. حالا شما به جای ارکیده هم میتونی از گلای دیگه استفاده بکنی، حتما لزومی نداره از ارکیده استفاده بکنی. دیدم تو این سبد هم خوشگل میشه. خیلی عالی. حالا میام چیکار میکنم؟ گل کلم، به اینو میگن کلم، خیلی خوشگل، به صرف هم هست براتون، حتما تو این فصل از این گل استفاده کنم. یه دونه کوچیکش میکنم، یه نقطه کانونی ایجاد میکنم. انقدر خوشگل شد سبده که دیگه واقعا نیاز به روز نداره، دیگه باید پرش بکنی بچه ها. میام چیکار میکنم؟ روزمو چند تا شاخه روز یک دست جلوی کارم استفاده میکنم. یک مقدار درشترش باشه که دو ردیف باشه کافیه. تو سیوش کن و تو کارات استفاده کن از این آموزش. دوستتون دارم تا برنامه بعد. خدا یارو نگهدارتون.